ها از غرب میآیند. برای دفن آمنوتوپ سوم رفته بود. 40 روز باید از مرگ و مومیایی شدن میگذشت و امروز زمان تدفین بود. من فرمانروا آمنوتوپ چهارم را دوست دارم. شنیدم از جنگ و کشتار بیزار است. ولی من از او بیزارم. چرا که از آمون بیزار است. آمنهوتپ بسیار مهربان و رئوف است. امیدوارم فقرا رو بر ثروتمندان ترجیح ندهند. یوزارسیف مشاور اعظم همین است؟ آری، خوابگزار بزرگی که همه خوابگزاران و کاهنان معبد را شکست داد همین است. چه چهره زیبا و دلنشینی دارد. چقدر آرام و مهربان به نظر می آید. ساکت ابله. هنگام عبور موکب خدایگان آمنهوتپ یه سکوت کرد. آمنهوتپ چهارم، فرمان روای مصر بزرگ، امروز یوزارسیف حکیم را که از علم تعویل رویا برخوردار است و از بزرگترین معبران است به عنوان مشاور اعظم خود و رئیس کشاورزی مصر منصوب می کنم. انیز امروز او به بالاترین مقام مصر یعنی مقام زرین افتخر خواهد شد.
از الطاف فرمان روای حکیم و بزرگوار مصر سپاس گذارم. همینه که جناب فرمان روا مرا مقام زرین می بخشیدند، به یاد خاطره ای از گذشته افتادم. در قصر پوتیفار که بودم، کاریماما ندیمه بانو زلیخا هرگاه که می خواست مرا ناچیز و بی مقدار جلوه کند، می گفت گوسفند چران بیابانگرد. هنگامی که جناب فرمان روا مرا مسئول خزانه داری و کشاورزی مصر منصوب نمودن، با خود گفتم یک گوسفند چران بیابانگرد چگونه چون این مسئولیت سنگینی را بر عهده خواهد داشت؟ اگر دستم به یوزار سیف برسد، لحظه ی امانش نخواهم داد. اجازه دهید من آنگونه که خود دوست دارم و آموختم با شما سخن بگویم. من خود را خادم مردم مصر می دانم، نه بزرگ و سرور و صاحب اختیار آنان. از شما مردم مصر می خواهم یاریم کنید تا وظیفه خدمتگزاری را به درستی به جای آورم. کم و بیش مطلع شده اید که مصر 7 سال قحطی و خشکسالی در پیش دارد و 7 سال بارندگی و وفور نعمت. من به شما قول میدهم که اگر بر روی سنگ بز بیفشانید سبز و بارور شود. پس از تا میتوانید از همکنون بکارید. کشاورزانی که گندم بیشتری بکارند و محصول بیشتری به سیلوهای حکومت تحویل دهند، به تدریج صاحب ملکی خواهند شد که در آن کشت میکنن. میدانم که همه املاک مصر متعلق به جناب فرمان رواست. در این مورد بعدم برایتان توضیح خواهم داد. از کجا معلوم گندم های مردم را که جمع کردید به قیمت گرانتر به خودشان نفروشید؟ خرید و فروش گندم و جمع‌آوری و نگهداری آن توسط نمایندگان منتخب خود شما صورت خواهد گرفت. مأمورین حکومت فقط نظارت خواهند کرد. شما به اندازه مصرف سالیانه و بذر سال آینده گندم نزد خود نگه دارید و مابقی را به حکومت واگذارید. اگر شما حاکمان مقتدر و بالیاقتی باشید، باید با قاطعیت تصمیم بگیرید. آنگاه مردم موظف هستند از شما حمایت کنند. مردم اگر بر اعمال حکومت ناظر باشند، مددکار حکومت خواهند شد، و اگر بی خبر باشند بی تفاوت خواهند. او این پاسخ شما را داد. هر کس می تواند گندم خود را ذخیره کند. چرا به شما در آینده نزدیک امکانات گسترده ای را برای نگهداری گندم ایجاد خواهیم کرد. البته هر کس می تواند گندم خود را نزد خود نگه دارد، اما اگر به هر دلیلی از بین رفت، حکومت مصر به او گندمی نخواهد داد. ما گندم به کسی می دهیم که از او گندم دریافت کرده باشیم. کشاورزان با ذخیره سازی گندم نزد حکومت هم صاحب زمین های مزروعی می شوند و هم خود را از خطر قحطی نجات می دهند. مصر بیاورند و در تپس به شما تحویل دهند. برای سهولت در حمل و نقل و یا دریافت سهمیه گندم، ما سیلوهای ذخیره گندم هر شهری را در همان جا بنا خواهیم کرد که مردم به زحمت نیفتند. او حرفای تو رو شنید؟ برای مبارزه با قحطی ما تدابیری اندیشیده ایم که بعداً با مردم در میان خواهیم گذاشت. Thank you.
چرا نرفتیم با یوزرسیف سخن بگوییم؟ اولا که نمیگذاشتن، ثانیا یوسف چندان تمایلی به سخن گفتن با شما را ندارد. از آن گذشته میخواستی به او چه بگویی؟ میخواستی بگویی که دوستش داری یا دلیل سالها زندانی کردنش را برایش توضیح دهی؟